بر ضد منافع ایران تحریکاتی می شود. دو شعارهایی می شنوید که به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی همچین شعاری نمی‌دهد. ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم. چی تو می شود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که به من به وسیله خارجی به او دیکته شد؟ ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشد شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. از 30 میلیون جمعیت مطمئن هست که 29,900,000 نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی دلشون ایرانی صفوف ایرانی باید از هم جدا بشه. این دو صف باید از هم جدا بشه. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29,900,000 نفر اینها باید فاصله بگیرند. درود بر شما هممیهنان گرامی، امروز با شما هستم تا در ارتباط با دروغگویی جدید آقای رضا پهلوی صحبتی داشته باشیم، همچنین اطرافیانشون در ارتباط با بیانیه‌ای که به اصطلاح منتشر کردن برای آتش نشانان قهرمان ما که در پلاسکو جانشون از دست دادن ولی در واقع توهین کردن، بعد مجبور شدن پاک کنن پستشون. حالا طولانیه، همه اینا رو توضیح خواهم داد، منتها قبلش لازم بود یه مقدمه کوتاه بگم. خب خیلیا به ما میگن که امید تو چرا انقدر گیر میدی به افرادی که در داخل اپوزیسیونن و به خود جمهوری اسلامی گیر نمیدید؟ البته نه مخاطبانمون دیگه بعد از 3-4 سال راهمون رو میشناسن، آیا کمک مالیشون هم میکنن، حمایتمون میکنن، برنامه رو به اشتراک میذارن، لایک میذارن، خیلی هم شرمندمون میکنن، تلفن میزنن و منو خیلی شرمنده میکنن، بلکه دشمنان این کارو میکنن. منتها دشمن کسانی که شخص پرستن این حرفو میزنن. و من فقط میخواستم یه مثالی بزنم، یه پستی بارها در فضای مجازی دیدم که نوشته که حالا منتسب به هر شخصی میتونه باشه، نوشته اگه یک تفنگی داری که 10 گلوله داره، 9 گلوله را برای خائنین خودی خرج کن و تنها 1 گلوله را برای دشمن بذار. و من وقتی این پست رو در فضای مجازی میبینم که خیلی هم لایک میزنن، و زمانی که میبینم همون کسانی که به این پست خیلی جالبه لایک زدن، همون کسانی هم که میان به ما حمله میکنن که تو چرا انقدر داری خائنین داخلی رو رسوا میکنی، اینها برای من خیلی خنده داره. و اون وقت جایگاه اینا رو وقتی میبینم دیگه میبینم ارزش پاسخ ندارن اینا، و برای همین بدون پاسخ رد میشم ازشون. ولی لازمه بعضی وقتا لازم بود برای این برنامه مقدمه بگم که ما در رودست تمام انرژیمون رو 9 برابر میذاریم علیه خائنین داخلی که در لباس دوست نه تنها 38 ساله بلکه حتی در زمان پادشاه فقید در دربار هم به پادشاه خیانت کردن، و ما فقط یک گلوله رو میزنیم چون جمهوری اسلامی دشمن رو در روی ماست. اینهایی که در لباس دوست این همه سال سر ملت ایران رو کلا گذاشتن ما با اینا کاره. آقای رضا پهلوی هم با توجه به اینکه خود من یک روزی واقعا عاشقانه ایشون رو دوست داشتم، ولی ایشون شخصی است که امروز در واقع همون خمینی دومه، امروز شخصی است ایشون که بسیار خطرناکه برای جریان ملی‌گرایی، دلایلش هم در برنامه گذشته گفتم، نمیخوام سرتون در بیارم. در این برنامه فقط به بخش دستگل جدید ایشون میخواییم بپردازیم و در این برنامه براتون توضیح خواهیم داد. خب به هر روی، آقای رضا پهلوی پس از فاجعه ساختمون پلاسکو تقریبا 20 ساعت، چون ما فیسبوک ایشون رو خوب رصد میکنیم، تقریبا نزدیک به 20 ساعت بود که هیچ واکنشی نشون نداد. یعنی شما فکر کنید 20 ساعت ساختمون پلاسکو ریخته، ما آتش نشانان خودمون از دست دادیم و ایشون هیچ واکنشی نشون نداد. این مورد اول. ایشون حالا برای خیلی مسائل دیگه زیر 10 دقیقه بیانیه میده، ولی تا 20 ساعت واکنش نشون نداد. بعد از 20 ساعت که احتمالاً با فشار اطرافیانشون بیانیه ای رو آماده کردن، در این بیانیه نه تنها اشتباه املایی داشتن که اینو میذاریم حالا رو حساب این که در خارج دارن زندگی میکنن فارسی شد، ولی سوتی های وحشتناک هم داشتن، یعنی اصلا توهین کردن به آتش نشانان. من بیانیه رو براتون میخونیم و توضیح میدم براتون. آقای رضا پهلوی نوشته فاجعه آتش سوزی و فروریخت ساختمان پلاسکو در تهران. حالا من فروریخت نمیفهمم یعنی چی، یعنی بعد ببینید فرو ریختن ساختمون پلاسکو فرو ریخت و من این اشتباه اصلا نگارش حالا کاری نداریم. نوشتن که باری دیگر فاجعه دلخراش ایرانیان را در سوگ عمیق فرو برد. آتش سوزی مرگبار ساختمون پلاسکو در تهران صدها تن از ساکنان آن را به هلاکت کشید.
بیاییم داخل. ببینید واژه هلاکت بار منفی داره و اینو برای دشمنان به کار میبرن. در ارتباط با نیروهایی که در راه وطن کشته میشن، جان باخته میگن، جانباز میگن، جاویدان میگن، جانشان را از دست دادن میگن و هزاران واژه داریم. اما وقتی کسی میشه هلاکت کشید، این در واقع داره توهین میکنه به این کشته شدگان. البته من میدونم قصد آقای رضا پهلوی نبوده توهین کنه. خب اگه آقای رضا پهلوی ارزشی برای زبان پارسی قائل بود، تو خونهشون با دختران گرامیشون فارسی صحبت میکردن و در این پارسی گفتگو کردن، باعث میشدن که اونها هم حداقل بتونن در حد یک درود و بدرود پارسی بلد باشن، تا اینکه مثلا آقای شهرام همایون، آقای سهراب اخوان و ده ها گزارشگر دیگر که تالا رفتن خونه ایشون با ایشون مصاحبه کردن، ایشون مجبور نشه دخترانشون رو قایم کنه و پروانه مصاحبه به هیچ رسانه پارسی، منظورمه پروانه مصاحبه اصلی هیچ رسانه پارسی رو نده که با دخترانه ایشون گفته بکنن، که معلوم بشه دختران گرامی ایشون حتی در حد یک درود و بدرود هم پارسی بلد نیستن. و اگه آقای رضا پهلوی تو خونه خودش حداقل پارسی گفتگو میکرد، الان دیگه واژه هلاکت رو میدونست که این واژه مناسبی نیست، این واژه برای دشمنان به کار میره. حالا سرتو در ادامه هم آقای رضا پهلوی از واژه صمیم قلب و با سین سندرنونه نوشتن، که مثلا من میتونم اینو بگم که اینو حالا نمیخوام ازشون ایراد بگیرم، خب خیلی ها هستن که اعتقاد پارسیگوی خیلی شدیدی هستن، اعتقاد دارن از مثلا ساد صابون نباید استفاده کنن یا قین نباید استفاده کنن، اینا حروف عربی است و مثلا هر چیزی که ساد صابون داره، حتی صابون هم با سه ساده اندونه مینویسن از روی جریان خیلی ایرانگرایی که دارن. ولی از اونجا که آقای رضا پهلوی که اهل اینجور بحثا نیستن، این اشتباه املاییه. من این پست ایشون گذاشتم، خب من اینو میذارم رو حساب، میگم نداشتم رو حساب بدجنسیشون، فقط نوشتم وای به حال مملکتی کسی که بخوایم مثلا حکومت رو به ایشون بسپاریم که ایشون نمیدونه هلاکت رو مثلا برای کی به کار میبرن، یا حتی یه سنگ قلب رو نمیتونه بنویسه. مردم به ایشون اعتراضات زیادی کردن و ایشون مجبور شد پستش رو عوض کنه، یعنی همین پست رو ویرایش کردن، رفتن زدن ادیت ویرایش کردن. اینجا هم امضا در این بیانیه امضای رضا پهلوی رو میبینید. بعد ایشون پستش رو ویرایش کردن، کلمه هلاکت رو برداشتن، جان باختن نوشتن و از اینجور بحثا. من 24 ساعت بعد یه پستی در فیسبوک هم نوشتم که یه تیکه اومدم گفتم بابا خجالت آوره، نکنید این کارا رو، حداقل اول یه بیانیه میدید در حد پسر پادشاه باشید، یه نگاهی بکنید بعد بیانیه منتشر بشه. خب من میدونید که هم آقای رضا پهلوی هم تمام اطرافیانشون 24 ساعته فیسبوک منو زیراکس میگیرن. دقیقاً 10 دقیقه پس از انتشار مطلبم دیدم اینا کل همون پستی که بیانیه‌ای که ویرایشم کردم پاکش کردن. خیلی خندم گرفت و اینا، دیگه بیخیال شدم. کاری نداشتم. و خب انقدر این چند وقت تیم رو دست سر شلوغ ما، برنامه هنوز برنامه 102مون رو وقت نکردیم، با اینکه آماده شده تو ترافیک برنامه سازی گیر کرده منتشر نکردیم، برنامه 2 هفته است آماده است، ما هنوز وقت نکردیم، داشتم رو کارهای دیگه گفتم حالا اینم چیز نیست که بخوایم حالا بیایم برنامه بسازیم و به آقای رضا پهلوی از این انقدر آقای رضا پهلوی ببخشید سوتیای وحشتناک داده که این گم میانه تمام سوتیایی که یا اشتباهات سیاسی و اشتباهاتی که داشتن بخوایم بیایم حالا برنامه بذاریم، در شرایطی که ترافیک برنامه داریم، چندین برنامه‌مون الان پشت خط انتشار و اینا. من تا دیدم دیروز شورای ملی، یعنی شورای ملی که نه، شورای ملی آقای رضا پهلوی اومده گنکاری ایشون رو مثلا ماسمالی کنه، ولی خیلی برام جالبه چون هر سری شورای ملی آقای رضا پهلوی میلی، دقیقاً میل آقای رضا پهلوی، میگم شاهزاده، آقای رضا پهلوی میکشه. حالا بهتون میگم چرا شاهزاده هم نمیگم، چون تو شورای میلی خودشون هم بهشون دیگه شاهزاده نمیگه. حتی این هر سری میاد گند آقای رضا پهلوی رو بپوشونه، خودش گنده بدتر میزنه، اصلا باور نکردنیه. بعد دیگه دیدم یه سوژه درست دارن، اصلا آدم، حالا ما هم تو این شرایطی که واقعا برنامه سازا میگردن دنبال سوژه بزنن به تخته، ما اینقدر سوژه داریم میگم ترافیک الان برنامه هامون، اصلا وقت نکردیم منتشر کنیم. ولی دیگه دیدم از این سوژه، بعدم دیدم دروغ گفتن، یعنی دیدم که مردم و اینا
ببخشید گوش دراز فرض میکنن دروغ گفتن، اصلا زدن زیرش که بیانیه اصلا مال آقای رضا پهلویه. ما بیانیه شورای ملی رو یه نگاه میکنیم میخونیم و عمق فاجعه رو بهتون میگیم. نوشتن که بیانیه شورای ملی ایران: بی فرهنگی، تهمت، دروغ پردازی برای انحراف اذهان عمومی از رویداد تراژدی تاریخی آتش‌سوزی پلاسکا. بیایم داخل. حالا ما بریم ببینیم که اینا این بیانیه نوشتن دروغ پردازی تهمت، این از کجا نشأت میگیره؟ آیا آقای رضا پهلوی این بیانیه رو نداده؟ کسی تهمت زده ایشون بیانیه رو؟ بیانیه رو که نوشته تو فیسبوکشون هم منتشر، کجا تهمت و افترا بوده؟ حالا بریم بخونیم. هم میهنان گرامی، رویداد آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکا در قلب تهران و زیر آوار ماندن خدمتگزاران آتش نشان شجاع همه ملت ایران را سوگوار و اندوهگین ساخت. یاد آن آتش نشانان، این فرزندان فداکار میهن را بار دیگر گرامی می‌داریم و برای بازماندگان و بستگان آرزوی آرامش داریم. به آگاهی شما هم میهنان گرامی می‌رسانیم. بلافاصله پس از رخداد دلخراش 30 دی شورای ملی ایران پیام همدردی و تسلیت خود را در همه شبکه‌های رسمی این نهاد و همچنین تارنگار ریاست گرامی شورای ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد. ساعتی پس از انتشار پیام تسلیه، در حالی که مدیر تارنگار رضا پهلوی، بیایم داخل. خب تنها که ایشون شاهزاده بود الان شد رضا پهلوی. ببینید اینو دیگه ما وقتی آخه من بعد جا میام رضا پهلوی بعد میگم تو چرا توهین میکنی بابا رضا پهلوی؟ خودش میگه من دیگه میخوام رضا باشم دیگه. شورای ملی خودشم داره بهش میگه رضا پهلوی. حالا بریم داخل. ساعتی پس از انتشار پیام تسلیه، در حالی که مدیر تارنگار رضا پهلوی در سفر و پرواز بود، یکی از ادمین‌ها پیام ارسالی از سوی یک هم‌میهن را بدون بازخوانی و کسب اجازه از شخص شاهزاده رضا پهلوی در نبود مدیر بخش مربوط در شبکه فیسبوک ایشان منتشر کرد. خب حالا اینجا هم شد شاهزاده. حالا بیایم داخل. خیلی حرفا دقت کنید داره چی میگه. داره میگه ساعتی پس از انتشار پیام تسلیه شورای ملی، در حالی که مدیر تارنگار رضا پهلوی در سفر و پرواز بود. خب در سفر باشه، در پرواز باشه، میگه الان امروز فیسبوک یه جوری فقط تو همون چند ساعتی که آدم تو خود هواپیماست اجازه نداره اینترنت داشته باشه، وگرنه دیگه همه دیگه دم دستشونه دیگه، همه این فیسبوک و تمام فضای مجازی رو شما رو موبایلتون دارید. حالا این یکی. بعد میگه یه ادمینی پیام ارسالی از سوی یک هم‌میهن را بدون بازخوانی. دقت کنید، پیام ارسالی از سوی یک هم‌میهن را بدون بازخوانی. اولا که اگه یک هم‌میهن بهتون پیام داده بیخود کرده، بازخوانی نکرده گذاشته، پس اونجا چه خرط و خریه این فیسبوک آقای رضا پهلوی؟ ولی دروغ داره میگه، دروغ داره میگه. امضای رضا پهلوی زیر بیانیه است. اصلا اینا دیگه منکر شدن رضا پهلوی بیانیه داده. داره میگه مردم پیامی دادن، اینا همینجوری گذاشتن تو فیسبوک رضا پهلوی. شما میخواید مملکت ما رو فردا بچرخونید؟ واقعا فکر کردی مردم نمیفهمن؟ خیلی برام جالبه کسی دقت نکرد چه دروغ بزرگی. یعنی اینها چیز به این کوچیکی رو، بابا خب آقا رضا پهلوی بیانیه داده توش چند تا سوتی داده، اصلا پاک کردید دیگه. حالا شما که اهل معذرت خواهی هم که نیستید آقای رضا پهلوی، خدایی نهایتش بیا معذرت خواهی کن تموم شد، نکن اصلا. حالا که پاک کردی تموم شد، این چه دروغ دیگه چرا میگی؟ عذر بدتر از گناه. حالا داره میگه من اصلا ننوشتم، یکی از ادمینای من پیام ارسالی یکی از مخاطبان رو ورداشته گذاشته. این یعنی دروغ. آقای رضا پهلوی تو فردا بری تو اون مملکت چهار تا کار مهمتر رو، تو برای همچین چیز کوچیکی که ما نمیخواستیم برات برنامه بسازیم، ما اصلا گفتیم حالا یه سوتی دیگه، بیانیه سوتی داده. خود تیم رو دستم بارها ما مطلب نوشتیم، مطلبمون اشتباه بوده، یا یه معذرخواهی کردیم گفتیم آخه چیز مهمی نیست، اشتباهی تایپی یا اشتباهی جمله‌ای دیگه خیلی ها الان انجام میدن. شما ولی اینی که دروغ میگی دیگه مشکل داره، یعنی عذر بدتر از گناه است. بیانیه رو اولا بعد از 20 ساعت منتشر کردی، همون دقایق اول بعد شما بیانیه میدادید، گذاشتی بعد از 20 ساعت یک بیانیه نوشتی نه تنها اشتباه املایی داره بلکه 100 تا اشتباه دیگه داره و به آتش نشانان ما از واژه زننده هلاکت، یعنی هلاکت زننده نیست ولی این واژه واژه نامناسبی است برای دشمنان به کار میره، در اینجا زننده محسوب میشه شما به کار آوردی، نوشتی بهت اعتراض شد، پستتو ویرایش کردی، بعد دیدی نه فشار زیاده پاک کردی، تموم شد دیگه. این بیانیه که الان داری میدی این دیگه دروغه.
الان وقتی که میگی آقا من اصلا همچین بیانیه‌ای ننوشتم، میندازی گردن یکی از ادمینات، اونم نخونده گذاشته. اگرم این دروغه تو ما بگیم قبوله، باید چه خرط و خریه تو فیسبوک، تو فیسبوک تو نمیتونی بچرخونی، مملکت میخوای بدیم دستت؟ واقعا چقدر اونایی که از تو حمایت میکنن همچنان شیرین عقلن. میبینی که هرچی آدمی که سرش به تنش میارزه امروز منتقدته، خودت بهتر میدونی. چهار تا آدم حسابی نمیتونی نام بیاری دیگه دوره برای خودت. هرچی لومپن و فحاش و متجاوزگر رو که با افتخار جلوی دوربین میشینن میگن ما تجاوزگریم، هر کی به رضا پهلوی توهین کنه ما بهش تجاوز میکنیم حامیتن، که آخر برنامه چهار قطره از این دریای بیکران حامیان متجاوزگر شما را برای نمونه خواهم گذاشت. الان هم سوتی دادی؟ بگو سوتی دادم تموم شد. ولی دروغ، حالا ببین، هم سوتی دادی حالا دروغ هم بهش اضافه شد. بریم داخل ادامهشو بخونیم. ساعتی پس از انتشار پیام تسلیت در حالی که مدیر تارنگاه رضا پهلوی در سفر بود، یکی از ادمین‌ها پیام ارسالی از سوی یک هم‌میهن را بدون بازخوانی و کسب اجازه شخص رضا شاهزاده رضا پهلوی در نبود مدیر بخش مربوطه در شبکه فیسبوک ایشان منتشر می‌کند. خب اینم چه دروغ بزرگی که واقعا خجالت داره که خود رضا پهلوی امضاش هست، اینا میگن پیام یک هموطن رو گذاشتیم. شرم‌آوره. این پیام نه تنها اشتباهات املایی ابتدایی داشت، حالا من املایی رو میفهمم، ابتدایی رو نمیفهمم. بیایم داخل. اینجا حالا شورای ملی داره میگه که اشتباه املایی داشت، پشت بعدش میگه ابتدایی. من واقعا نمیفهمم ابتدایی یعنی چه، حالا بگذرم نمیخوام روش زوم کنم. داره میگه که پیامی که بیانیه رضا پهلوی که دیگه الان فهمیدیم بیانیه نیست، متن به دروغ دارم میگن، یک هموطن داده و یکی از این ادمینای خیالی آقای رضا پهلوی گذاشته، که اگه همین حرفشون هم قبول کنیم یعنی اونجا چه خرط و خریه، شما فیسبوکتو نمیتونی بچرخونی، هر کی میتونه بیا تو فیسبوکت به نام تو مطلب چاپ کنه، کاری ندارم. داره میگه اون بیانیه اشتباه املایی داشته، حالا همین بیانیه‌ای که خودشون منتشر کردن سرتاپا اشتباه املایی داره که در ادامه بهتون نشون میدم. یعنی ببینیم دیک به دیک میگه رود سیاه، گند رضا پهلوی رو با گند بزرگتر خواستن جبران کنن. بریم داخل. بلکه در این نوشتار به دور از اندیشه این نهاد و شخص رضا پهلوی که همانا پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. بیایم داخل. چی شد الان زرتوش خوب شد؟ الان اینجا هر جا گیر میکنه، تا الان سکولار بودن ها، هر جا گیر میکنن اندیشه، کردار، گفتار نیک. الان شد مثل جمهوری اسلامی، هر جا گیر میکنه سر انتخابات سرود ملی میذاره، ای ایران رو پخش میکنه. الان اینا هم گیر کردن، حالا الان شد اندیشه، کردار، گفتار. حالا بریم داخل. شخص رضا پهلوی که همونا پندار و گفتار و کردار نیکت از واژگان هلاکت استفاده شده بود. بیایم داخل. واژگان هلاکت عزیزم، واژگان، تو که الان میخوای مثلا بگی بیانیه رضا پهلوی که حالا به دروغ دارید میگید مخاطبانمون نوشته بودن ما نخونده گذاشته بودیم پر از اشتباه املایی بود، فدای تو بشم شماها، آخه واقعا چه پت و متعه. اون وقت همچین سوژه‌ای هم میذارید جلوی ما. من یکی از دلایلی هم که این برنامه رو ساختم دیدم که جمهوری اسلامی داره به اسم پادشاهی اینو تمام میکنه، سریع اومدم بگم آقا رضا پهلوی نماینده ما هواداران پادشاهی نیست، ایشون اصلا هواداران پادشاهی هستن، ایشون رو قبول ندارن. یک بخش سلطنت طلب شخص پرست شیرین عقل هنوز ما داریم که اونام چاپلوسن، با دمجون دور قابچی نه، فقط برای اینکه آی قربونه قد و بالات بریم آقای رضا پهلوی، آی قربونه حرف زدنت بریم، اونها هنوز هوادارشن. تو برگشتی میگی اون اشتباه املایی داشت. خودت آخه به من بگو واژگان هلاکت یعنی چی؟ واژگان میشه جمع، واژگان برای جمع به کار میره، هلاکت یک واژه است مفرده. تو یعنی اینا رو هم نمیفهمی نوشتید؟ یعنی شورای ملی میل آقای رضا پهلوی میکشه مثل این شورای ملی ایشون هم شورای مثل قرآن. آقای محمد پیامبر اسلام توی رخت خواب با زناش دعوا میشد، سریع آیه قرآن براش نازل میشد. یه روز عایشه گفت بابا پیامبر رسول الله این قرآن چیه؟ فقط این خدا تمام کهکشان و آسمون و تمام این هستی رو رها کرده، نشسته ببینه تو رخت خواب با ما زنها دعوا چیه، بین من و زنهای دیگه چه دعوایی پیش میاد، حفصه چی میگه، صفیه چی میگه، بین ماها دعوا بشه، یا جوریه که اومده بود تازه توی حرم سرای محمد چه دعوایی بین جوریه و عایشه بود، بعد تو آیه نازل بشه، یا سر مثلا اون زینب دختره
دختر زید چی زن زید پسر خوندت که رفتی گرفتی دختر عمه خودت میشد دختر بنجوهش بود. سر این داستان اصلا شما نمیدونید چون محمد عاشق زن پسر خوندت شد آیه 50 سوره احزاب از قرآن نازل شد که آخر عایشه گفت اصلا خدا فقط نشسته همه دنیا رو ول کنه برای تو آیه نازل کنه. حالا اینا نام خودشون رو گذاشتن شورای مثلا ملی، یعنی ملی شده هر جا رضا پهلوی گندی میزنه اینا میان گندشو با یه دونه بیانیه میخوان جبران کنن. حالا حداقل تو اون قرآن محمد اگر مثلا گندی میزد اینا با قرآن میخواست راست و ریسش کنه دیگه، حداقل اونجا طبق اون شرایطی که اون زمان بود چرت و پرت اونقدر هم نمیگفتن، اشتباه املایی حداقل نداشتن. اینا اشتباه همه جوره بدتر هم اشتباه میکنن، یعنی بدتر از قرآن هن اینا دیگه. آخه شما نگاه کنید، شما نام خودتو ملی گذاشتی اون وقت هر جا آقای رضا پهلوی بهش حمله میشه چیزی میشه سریع فقط میای در راستای خواسته های آقای رضا پهلوی گنداشو میخواد با یه بیانیه صوتی نوشته میگه قبلیه اشتباه املایی داشته بعد خودش نمیشه واژگان هلاکت بی سواد واژگان. حالا من بهتون میگم بی سواد، بعد الان دوباره هوادارای شخص پرستتون میام باید تجاوز میکنیم اینا رو گفتی به رضا پهلوی چیزی، به شاهزاده رضا شاه دوم چیزی گفتی، ببینیم ادامی سرتو میبریم. بابا جون به جای که سر منو ببری برید یاد بگیرید یه بیانیه بنویسید. واژگان جمعه، 10 تا واژه که نبوده که شما بگید واژگان، یه واژه هلاکته. برای این باید بنویسید نه تنها اینا، بدون دقیقاً باید چی بگید اینجا شما بده من بهتون یاد بدم، بعد بنویسید که از واژه هلاکت استفاده شده بود، نه اینکه بنویسید از واژگان هلاکت. آخه بی سوادا. حالا در ادامش، پس از گذشت تنها دقایقی با تماس پی در پی هممیهنان دلسوز و روشنگر، بیاین داخل. این هممیهنان دلسوز و روشنگر میدونید کیا؟ مردم عادی بودن که رفتن تو فیسبوک آقای رضا پهلوی هر چی دهنشون در اومد گفتن به رضا پهلوی، گفتن خجالت بکش آبروی پدر و پدر بزرگتو با این بیانیه بردی، شرم‌آوره حسابی. تا اونجا که میخوردن فوشش دادن، بعد آقای رضا پهلوی ویرایش کرد بیانیه رو، بعد ای بابا این کامنت فوشا همه اون زیره که چیکار کنم بابا، بس اصلا ول کن بذار پست کلا پاک کنیم خلاص شیم. دروغ وقتی که میگید من مجبورم بیام، کار من همینه دیگه، دروغ دارید میگید. حالا الان اونایی که فوششون دادن میگه هموطنان دلسوز اومدن مثلا به ما اومدن گوشزد کردن، عجب. بعد در ادامه میگه این مهم به آگاهی دبیرخانه شورای ملی ایران رسید، بیاین داخل. شورای ملی ایران دبیرخونش منظورش تلفن خانم نازیلا گلستانه، اینا نه دفتری دارن نه جایی، یه موبایله که کنن دفتر رضا پهلوی و شورای ملی ایشون و همه اینا همون موبایل خانم سوگلی نازیلا گلستانه. حالا من کاری دیگه بیشتر به این بخش ندارم، بریم داخل. و با اقدام این دبیرخانه این پیام بلافاصله از همه شبکه‌ها حذف گردیده شد، بیاین داخل. آقا چون این پیام از همه شبکه‌ها، شما فقط اینو من همه رو رصد کنین باز دروغ میگید، فقط در فیسبوک رضا پهلوی آقای ایشون خودش گذاشته بود بیانیه‌شو، از همه جا حذف گردید بابا، یه دونه فقط فیسبوک رضا پهلوی. شما آخه چرا چنین چیزای پیش و پا افتاده ای رو دروغ میگی؟ فردا شما مثلا مملکت رو بگیرید چگونه میخواد به ما آمار راست درآمد نفت و هزاران مسئله دیگر رو گزارش بدید؟ شما به یک چنین چیزای پیش و پا افتاده ای دارید دروغ میگید، بریم داخل. جا داره صمیمانه برای توجه و ریزبینی یکایک که شما نسبت به مسئله ملی میهنی سپاسگزاری شود. ملی میهنی، بیایم داخل. آقا رضا پهلوی بیانیه ای نوشته توی سوتی داده، بعد این چرا توی ملی میهنی داره؟ همه چی رو با یه واژه ملی میخوان تمومش کنن. بابا شما اصلا کجاتون ملیه که اصلا این حرفا رو میزنید؟ این یه بیانیه رضا پهلوی داده سوتی داده، چرا رفتی به ملی میهنی داره؟ چه به چیا ربطش میدیم؟ بریم داخل. چنین همسنی و همگونی ایرانیان نقطه عطفی برای بهبود و پیشبرد بهتر اهداف مشترکان برای برون رفت از شرط دهشناک کنونی است و هر روی مسئولیت این اشتباه را بخش شبکه‌های اجتماعی شورای ملی ایران بر عهده می‌گیرد و از همگان برای این سهل‌انگاری پوزش می‌طلبد. بیایم داخل. این که میگی همسنی همگونی رو راست میگی، من درود می‌فرستم به مردم ایران که رفتن در فیسبوک رضا پهلوی حسابی حقشو گذاشتن کف دستش، هر چی دهنشون در اومد گفتن خجالت بکش، آتش نشانان ما مردن، تو حداقل یه بیانیه درست هم نتونستی بدی از پدر و پدر بزرگت خجالت. من درود میفرستم به مردمی که اونجا کامنت گذاشتن و باعث شدن شما پستو پاک کنید. اما
در ادامه داره میگه که شورای ملی به عقده میگیره. به شورای ملی چه ربطی داره؟ فیسبوک شخصی آقای رضا پهلوی، فیسبوک بخشش، فیسبوک پیج آقای رضا پهلوی به شورای ملی چه ربطی داره؟ مگه فیسبوک شخصی رضا پهلوی که در فیسبوک پیج دارن و شما مگه باید مسئولیت بگیرید؟ میبینید خر تو خره دیگه. اینا فیسبوک رو نمیتونن بچرخونن، فیسبوکشون خر تو خره. مملکت رو چجوری میخوان بچرخونن؟ من موندم. بیاین داخل. نمیشه و اما رسانه‌های جمهوری اسلامی و عوامل وابسته حکومتی بیدرنگ با سوء استفاده اقدام به انتشار تهمت و افترا به رضا پهلوی و هموندان شورای ملی ایران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی از جمله سامن و انحراف این تراژدی تاریخی کردن. بیاین داخل. دقیقا مثل آقای خامنه‌ای کم که میاره آی دشمنان صهیونیست فلان نئوکان‌های آمریکا فلان همه اینا بخوام سری. آقا جون کسی بهتون بس، حتی اگه جمهوری اسلامی نوش بهتون دروغ و افترا نبس که خودت هم که داری میگی نوشتیم گذاشتیم، چرا بس دروغ میگی؟ من هم سریع میخوان همه هم وست کنه به جمهوری اسلامی خودش راحت کنه. بقیه بیانیه رو دیگه نمیخونم چون اینقدر چرت و پرت طولانی میشه برنامه. فقط یه چیزی من میخوام بگم دیگه، اینقدر داستان غم‌انگیزه واقعا، همه دیگه میفهمن. یعنی کسی که مغزش کار نکنه اینا چه دروغی. آقای رضا پهلوی بیانیه‌ای داده، سوتی داده، مجبور شده بیانیه‌اشو پاک کنه. حالا الان داره میگه اون بیانیه اصلا من ننوشتم، یکی از مردم نوشته بود ما گذاشته بودیم. حالا فکر کردیم ما عکس نگرفتیم. بابا امضا تو گذاشتی دیگه رضا پهلوی، فیسبوک خودت هم بوده نوشته که حالا یکی از ادمینای ما گذاشته. همه این چرندیات شما هم که دوزار ارزش نداره قبول کنیم، نشون میده پس شما اصلا لایق نیستید که مملکت شما لاف، شما در حد یک دونه اداره فیسبوک توانایی ندارید. من این مسئله رو دیگه بیشتر نمیخوام باز کنم. کسی که واقعا الان براش اما اگر پیش بیاد به جان مادرم، بعد بره سرش رو بکوبه به دیوار، چون این حالانم نمیتونه شیرین عقل باشه. معلومه دیگه چیه، اینا حتی شهامت اینو ندارن اشتباه میکنن پوزش میخوان. حداقل شهامت سکوت داشته باشید. نه تنها پوزش نمیخواد آقای رضا پهلوی، سکوت هم نمیکنه. اشتباهش رو با دروغهای فراوان با این بیانیه میخواد جبران کنه که بدتر میشه. میدونی چرا؟ چون رو دست میاد اینجا برنامه میسازه. مردم هم میفهمن ما هم برنامه نسازیم، اون بخش با شخصیت میفهمه. که میگم الان شما چهار تا با شخصیت هم دیگه دور خودت نداری که سرشون به تنشون بیارزه. هر چی داری یه مش آدمای فحاش و عرازل که افتخار میکنن متجاوزن، که آخر برنامه بهت نشون میدم که خودت فقط ببینی. بیننده ها میخوام نگاه نکنن اون بخشو به خاطر اینکه خیلی الفاظ رکیکه و من نمیخوام بینندگان ما اینو توی برنامه ببینن. در فیسبوک قبلا منتشر دادیم، متا انتشار دادیم، میخوام خودشون ببینن. کارت خودشون بهتر میدونن و خیلی خوبم میدونن. بگذری من فقط از آقای رضا پهلوی میخوام اینو بگم. یک زمانی آقای رضا پهلوی، اون زمان که من خیلی دوستتون داشتم به عنوان یک پادشاهی خواه و فکر میکردم شما لایق این جایگاه هستی، انتظار داشتم زمانی که با محمد، انتظار داشتم زمانی که با احمد زکریا میشینی، وقتی احمد زکریا میگه نظر در مورد جزایر سگانه امارات چیست، یک برخورد رضا شاهی داشته باشی، یه دونه بزنی زیر گوشش. نه، دورانش گذشته، حالا نمیتونی مثل رضا شاه بلنشی. اوکی، حداقل برخوردی را همانند آخوند محمد خاتمی داشته باشی. خاتمی با همه اون آخوند بودن و که دید من آخوند خوب آخوند مرده است، اینم تکلیفم روشن. اومد در لندن جلوش نشستن یه عده از این تجزیه طلبای الاهواز، گفتن که آره شما بعد این خوزستان رو بدید به ما، ما بکنیمش اهواز عربستان. خاتمی بدونی که پاسخ بده با همه آخوندیش بلند شو عمامه خودش رو جمع کرد از سالن رفت. انتظار داشتم حداقل یک برخوردی در حد این آخوندک داشته باشی، بلند شی، یعنی مصاحبه رو با آقای زکریا قطع کنی. نکردی. گفتم که خب حالا ایشون که نزد تو گوشش، نه حرکت آقای خاتمی رو که حداقل در جایگاه یک ایرانی میخواد یه سری پرنسیب رعایت کنه. اونجا انتظار ازت داشتن به آقای زکریا بگی تو در مورد کدوم جزایر صحبت میکنی؟ منظور تنب بزرگ و کوچک و ابو موساز؟ اونا جز لاینفک جغرافیای ایرانه، منافع ملی ایرانه. اینم نگفتی. گفتم خب دیگه در نهایت ما شما رو اون موقع دوست داشتیم، پسر شاهی دیگه،
ما یک علاقه قلبی به پدر و پدر بزرگت داریم. گفتم حداقل سیب زمینی باشی بی رگ، سکوت کنی. سیب زمینی کلا بی غیرته، سیب زمینی رگ نداره. گفتم حداقل در جایگاه سیب زمینی باشی سکوت کنی. حداقل من بگم حالا یه شرایطی بود شاهزاده سکوت کرد، سیب زمینیه، باز باشه ما هم حداقل دلمونه به این سیب زمینی خوش کنیم. سیب زمینی هم نبودی آقای رضا پهلوی. میدونی چیکار کردی؟ دل به دل آقای زکریا دادی و به جایی که اول بزنی تو دهنش اینکه بلند شی یا اعتراض کنی یا حداقل همانند سیب زمینی سکوت کنی، دل به دلش دادی و به آینده درخشان با برادران اماراتی ذهن آقای زکریا رو مشغول کردی. شرم‌آوره. یک زمان انتظار ازت داشتم وقتی محمد السلمی از سوی عربستان میاد تا اپوزیسیون رو بخره، زیر نام مؤسسه خلیج عربی شما رو برای مصاحبه دعوت میکنه. شما وقتی میبینی مؤسسه ایشون خلیج عربی است، خلیج جعلی عربی، اصلا مصاحبه رو قبول نکنی. حالا قبول کردی؟ ازت انتظار داشتم وقتی محمد السلمی بیش از 3 بار تو اون مصاحبه میگه خلیج، یه اعتراضی بکنی یا همدم بلند چی بری. نه دیگه، باز انتظار داشتیم سیب زمینی باشی سکوت کنی. سکوتم نکردی. میدونی چیکار کردی دیگه؟ واقعا من نام اینا چی میشه؟ فرای خیانت این دیگه. دیگه نذاشتی محمد سلمی ادامه بده خلیج، گفتی وایسه وایسه بده منم چاکریمو به آل سعود اعلام کنم. 2 مرتبه با اون دهن نامبارکت خودت واژه زننده خلیج را آوردی. آقای رضا پهلوی اون زمان بود که فهمیدم کجا ایستادی. الان ازت دیگه انتظار ندارم که حالا حداقل در حد سیب زمینی سکوت کنی یا اگه دل به دل عربستان میدی دیگه بیش از تأسف واقعا باید برای چی. الان ازت انتظار دارم آقای رضا پهلوی، حالا این خیانت رو داری میکنی، حداقل فیسبوکت ببین چه خبره، حداقل میخوای یه بیانی بدی یه بار بخونش. تو فیسبوکت هم نمیتونی بچرخونی، اینقدر حقیر شدی. من از عزیزانی که زنگ به من میزنن، اون بخشی که میدونن شما کی هستی، خیلی ها چون تماسای زیادی داریم با خیلی ها ارتباط داریم، خوشبختانه گسترده این ارتباطات ما بسیار زیاده، به من میگن امید اطرافیانشو بزن. خیلی از این دوستانی که در تلویزیون لس آنجلس اینا میگن بیا نازیلا رو چیز کن، پیرزاده رو. من با اطرافیان آقای رضا پهلوی کاین عزیزان، من میفهمم شما چی میگید، میگه اطرافیانشو بزنیم خودمون دورشون رو بگیریم شاید ایشون درست شد. نه، این همون اشتباهی است که شما دوستان عزیز سیاسی کار کردید و من به شما هم گله دارم. تو این 38 سال سکوت کردید، حالا منی که صدام در اومده به منم میگید که اطرافیا نقربونتون برم. من روشم روش عقیدتی است، من راه هم راه فریدون فرخزاده، من راه هم راه استاد فرود فولادونده. در این راه من نمیتونم فیلم بیام، نمیتونم نقش بازی کنم، نمیتونم سیاسی کاری کنم، هر آن چیزی که لازمه رو میگم. سرتون رو درد نمیارم، همه چی مشخصه، دیگه صحبتی ندارم. برای اتمام برنامه آقای رضا پهلوی من فقط میخوام بگم که لایقتون واقعا این هوادارانتون هستن. من برام مهم نیستش که هر روز منو تهدید میکنن، برام مهم نیستش که میگن سرمو میبرن، برام مهم نیستش که انواع و اقسام فحاشی ها رو انجام میدن، برام مهم نیست انواع و اقسام سنت‌سازی ها رو درست میکنن. من راه هم راه ایرانه و چون مطمئنم امروز شما از تمامی دشمنان ایران برای میهن من خطرناکتری. میدونی چرا؟ چون شما رو ذخیره گذاشتن، ترورت هم نکردن، گذاشتن ذخیره تا یک زمانی که خروش ملی جوانان ایران در پاسارگاد داره شکل میگیره با بیانیه دادن اون جوانان را فاشیست بخونید و اونا را سرکوب کنید. شما را ذخیره گذاشتن گلوبالیستای جهانی. چون من اینو فهمیدم هر آنجا که لازم باشه در برابرتون میستم و شما را افشا میکنم. من 10 تا گلوله تو این تفنگم دارم آقای رضا پهلوی، 9 تا را برای شما گذاشتم کنار، فقط یه دونشو برای دشمنان گذاشتم. گلوله های من خودکارمه، گلوله های من برنامه هامه، گلوله های من روشنگریست. من امروز با خود با قلمم با برنامه هام دارم مبارزه میکنم.
بنابراین آقای رضا پهلوی، من از این تهدیدایی که اطرافیانتون منو میکنن نمیترسم. خودم هم خیلی وقت آماده کردم برای هر نوع اتفاقی که میخواد برام بیفته. من برنامه رو تموم میکنم. سپاسگزارم از دوستان که برنامه دیدن. خواهش میکنم مخاطبان رودست همینجا برنامه رو قطع بکنن، ادامهش رو نگاه نکنن. من فقط این بخش آخر رو برای شخص خود آقای رضا پهلوی میذارم که بهش نشون بدم به چه حقارتی افتاده که اینها هوادارانشن. بدرود پاینده ایران. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید. عزیزانی که در رودستن، خواهش میکنم این بخش رو نگاه نکنید. این بخش فقط مخصوص خود آقای رضا پهلویه. بدرود. پتی زده دایم هستین هیچی اردلت جهنم هستی زنه بی بله اردلدلر الان هم نوبت این هست بمیرن. خب همشون پیر پاتالن همونا رو میگی. ببین آقای امید نادان حلقه، تو از خودت هیچی نداری. اگه داری بیا جلو. در همین جا بنده بهت اخطار میکنم برای آخرین بار آقای عزیز، یک بار دیگه به شاهزاده رضا پهلوی توهین کنی حکمت صادر خواهد شد. گوشتو قشنگ وا کن ببین چی میگم مردک. به هر کی گیر بیدی کن، هر کاری میخوای بکنی آزادی، ما کار نداری. ذره ذره کنی کارت یه جورایی دیگه نمیگم. اگه بنا باشه این جوانه که تو میگی میخوام بیان مثل تو باشن، فاتحه ایران خونده است. یعنی منظورم باید قوانین جدیدی ما در مجلس مؤسسان یا در حکومت آینده برای شما در نظر داشته باشیم. حالت خرابه حلق جون، حالتو باید من درست کنم. خب گیرم نیفتادی دیگه، حالا میفتی برم منم اونجام تو همون جایی هم دیگر رو میبینی. این مسیج، این پیغام برای شما امید دانا رودست بوده به fuck you are anyway. جاکش حرومزاده راجب شاهزاده پهلوی، این کس شرار از کجا میاری؟ خفه خون بگیر، از این حرفای زشت نزن، خجالت بکش جاکش. آخه بچه چونی؟ تو چون خودتو نمیتونی بشوری؟ چجوری داری قضاوت میکنی؟ زر میزنی آشغال؟ اصلا میفهمی سیاست چیه؟ اصلا سر در میاری انتر؟ یه بچه کونی اونجا داری خود میکنی دیگه، زر نزن دیگه. و زمانی هم این آقای منوچهری یزدی، البته بهتون میگم این آقا انحراف جنسی هم داره تا اونجایی که ما توی واژه زیبایی هم هست جاکش، اما من خیلی مؤدبانه گفتم جاکش هم. خب جاکش اشکالی نداره. این آقای منوچهری یزدی خب بیسکسوئل هستش. من باز میگردم باز به این مسئله واژه‌ای که ما داریم میگیم. خب البته ایشون مفعوله، یعنی من خیلی راحت بگم باز اونم اشکالی نداره آقا مفعول باشه، انقدر برو بده تا اون خان مقدت از بین بره، مشکلی نیست، اون مشکل خودته. ببینید معمولا کسی که مفعول هستش که به من واژه عربیشو بگم ابنه داره، ابنه ای هست که این آقا داره. خب این آدم ابنه‌ای نمیتونه سیاسی باشه، اصلا اطلاعاتی از مسائل سیاسی نداره، انقدر فکرش اینه که این اون بکشه رو خودش تا اون ابنش بخوابه. حالا کسایی هم که باش هستن، من راجب اون یارو مردک هرزه اصفهانی شهریار فتحی که تو ونکوور گفتم که خواهرش هم، حالا منتها خواهرش نبود اون زنش بود، من روم نشد بگم زنش اومد اون انداخته اونجور که با من بزرگ. خب یه آشغال دیگه ای به نام رکسانا گنجی که اونم منگولی داره، باز میگن چرا بابا منگولی داره بدنام میکنه. این ابنه داره، ابنه یه واژه تازی هستش، عربی هستش، برای کسی که مفعولن بهشون میگن، در اصطلاح میگن طرف ابنه‌ایه یعنی مفعوله. اشکال نداره آقای امید دانه، ما میدونیم شما مفعولی، میدونیم تو زندانم که رفتی، حالا من توضیح میدم چه بلایی که خودتم خوشتم میمد سرت آوردن. اما من یه پرسش بوجدان از تو میکنم، تو از سیاست چیزی میدونی؟ تو رو گذاشتم پسر برو، خب تو اصلا وقت این چیزها رو نمی کنی. پسرم که نیستی آخه که نمیدونم سیاسی بتونی فکر کنی، تو فقط فکرت ذکرت اینه که یکی سر بکشی به خوده. حالا من واقعا پوزش میخوام این خانوم تو به نام نازنین زرین کلاه، حالا عکسش هم من میشونم، عکس های خودت هم نگاه کن،
ببین توی استف شنو نمیدونم ببین چه قیافی داری، آخه خجالت نمیکش تو، اینم زنه، حتی فیلم سیکسی از زدت اومده بیرون. من نظر مجبور بشم که اون فیلم نشون بدم، اون کرده، کرده تجزیه طلب که توی سوئد با همسر تو همخواب شده، میدونی ما خواهی صدا اونو ما پخش کنیم که چی در مورد زنت گفته؟ که تو چه مشکلاتی داری از لحاظ جنسی اینا؟ حتی کیس تو مال مخولین هستش توی سوئد گرفتی و اوپنه داری؟ بعد میای تو اون جرأت رو پیدا میکنی بیای حالا به قول تو شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاهی بگم، یا بگی مثلا رضا پهلوی رو زیر پرسش ببری، بگی آخرین شاهزاده آخرین اختیار تو غلط کردی. آخه بهتر نمیتونم بگم مردی که چون مرد نیستی ابا خواهری، اما من مشکلم پدرت هم در میارم هر مصده زمانی که این کثافت یا نجاست خوری ها رو میکنی دیگه مقدسات ما الان